یک قاضی برزیلی به لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری پیشین آن کشور دستور داده که خود را تا بعد از ظهر جمعه به مقامات شهر کوردوبا در جنوب آن کشور معرفی کنند تا مجازات 12 سال زندان او به دلیل محکومیت در فساد آغاز شود. حکم این قاضی ساعتی بعد از آن صادر شد که دیوان عالی کشور برزیل تقاضای رئیس جمهوری سابق برای باقی ماندن در خانه‌اش را رد کرد. آقای دا سیلوا خواهان آن شده بود که تا پایان رسیدگی به تقاضای فرجام او از حکم محکومیت صادر به زندان نرود. حزب کارگران برزیل که آقای دا سیلوا عضو ارشد آن است، این حکم را یک تراژدی برای برزیل و دموکراسی توصیف کرده است. این حکم حمله به دموکراسی و علیه حقوق رئیس جمهوری لولاست که کاملا بیگناه است. در روند رسیدگی به پرونده آنها نتوانستند ثابت کنند رئیس جمهوری لولا جرمی مرتکب شده است. حالا بدون توجه به درخواست لغو حکم مجازات توسط وکلای رئیس جمهوری لولا، قاضی سرجیو مورو دستور بازداشت را صادر کرده است. آقای دا سیلوا سال گذشته محکوم شد که در ازای دریافت یک آپارتمان یک معامله دولتی خیلی شیرینی را برای یک شرکت ساختمانسازی امضا کرده بود. وکلای آقای دا سیلوا تلاش دارند مانع رفتن او به زندان شوند.